عفو کنید سلطانم، نتوانستم سرورمان را برای رفتن به جنگ خانه کنم. من به عنوان سردار سپاه به آنجا خواهم رفت. هر طور شده سلطان احمد را به جنگ ببر، به هر حال از قصر دورش کن. در غیر این صورت باید به قصر قدیمی برویم. هر کاری بتوانم انجام میدم سلطانم، لکن با وجود درویش خیلی سخت است، فرصت نمیدهد. خاتونی که از آن جزیره آورده اید هم ساده نیست پاشا، در اولین فرصت به سلطانمان خیانت کرد. پدر خاتون اینجاست ناسو، برای یافتن دخترش آمده، گفتند که نامش انزوست، درست است؟ نامش انزو بود، تاجر انزو. این مار کوچک با ارزش است، نوه من کسی به جز او را نمیبیند نمیشنود. جانش را بگیرید تا بداند ما که هستیم. درویش باشا، بالاخره آمدی. وقتی نام فرستادی یعنی کسانی را خریدی، برای کشتن آنها آمدم. تو اول به جان خودت فکر کن درویش باشا. نمیدانم چه میکنی و چطور، اما باید مرا از این دخمه بیرون بیاوری، من و برادرم را. اگر بیرون نیاورم چه؟ آن وقت سلطان احمد میفهمد تو یک خائن هستی. شاهین به من همه چیز را گفته. پیشتر به او خدمت میکردی، گذشتت خیلی سیاه است درویش. مانند شب سیاه است. آیا این را هم گفته که به زودی با فخری سلطان ازدواج خواهم کرد؟ همون که دوستش داشتی و در آتش عشقش می سوزی. با فخری سلطان؟ هرگز چنین اجازه نخواهم داد. شنیدی چه گفتم درویش؟ با او صحبت کنی تو را میکشم. درویش، به پادشاه همه چیز را میگویی. فریاد بزنید، فریاد بزنید، داد بزنید، زود باشید، شاید سرورمان صدایتان را بشنود. تمام شد شاهین گیرای، تمام شد. هیچ مدرکی در دست نداری، از دستش دادی، از دستش دادی، تمام شد. تمام نشده درویش، تمام نشده. این از ما به همین سادگی رها نخواهی شد. این چه حالی است؟ آیا هنوز به خاطر نقاشیت ناراحتی؟ برای گذشته ناراحت نیستم. جای من اینجاست، در کنار تو. نگرانیم آینده من است. منظورت چیست؟ آن شب زن جادوگر گفت این شفا یک تاوانی دارد. و تاوانش؟ گفت تا آخر عمرم در آتش خواهم بود و سوگ و عزای تمام عزیزانم را خواهم دید.
پشیمان نیستم، باز هم تکرار شود تصمیمم همین است، لکن فقط میترسم، به خاطر تو میترسم. برای من نترس. آن زن به من نیز گفته بود که برادرم مصطفی به سلطنت خواهد رسید. هیچ کس از آینده خبر ندارد. جنت کالفا، بلبل آقا، آخر تو کجا هستی؟ دیگر میخواستی برایت خط بگیریم. در بازار کاری داشتم قربان. خیر باشد. موضوع را برایشان گفتم نصیب آقا. این کشم خاتون میخواهیم درباره پدر او صحبت کنیم. کجا میتوانی پیدایش کنیم؟ مدتی در شهر در یک خانه اقامت دارم. خب انشاءالله که به کسی حرفی نزدی. این اتفاق را کسی به جز ما نمیداند؟ نه قربان. خب خوب است. اکنون به حرفهای من خوب گوش بده نصیب آقا. تمام نگاه ها متوجه من است. در حرم همه درباره هدیه‌ای که به من داده ای صحبت می کنن. تمام مردم دنیا باید از تو سخن بگویند، از کشم بگویند، همین خاتون. با یک نگاهش مرا اسیر کرده است. میگویند سرورمان را اسیر و رام کرده است. آن که در عشق میسوزد من هستم احمد. آن که خاکستر شده من هستم. جوری در آتش عشق سوختم که تا آخر عمر خاکسترهایم باقی خواهد بود. من برای شاهزاده ها و سلطان های بسیاری خواهم آورد. میدانم. اولین شاهزاده ام را تو به دنیا می آوری. نامش را نیز عثمان خواهم گذاشت. عثمان، برگزیده دولت عالیه و خاندان عثمانی. اصلا متوجه نمیشم والدم. به راستی میخواهید بروید؟ سرورمان اینطور فرمودند. چه کاری از ما برمیآید؟ بلبل آقا، انگشتری که سلطانمان دارد شخصی است یا برای خزانه همایونی است؟ اگر برای خزانه باشد باید آن را بگیریم. باشنون همینجا میکشمت. با صحبت‌های پوچ و جاهلانت اعصاب مرا به هم نریز. آن انگشتر از خرم سلطان به نوربانو سلطان و از ایشان به صفیه سلطان به ارث رسیده است. خلاصه انگشتر مال شخصی صفیه سلطان است. این را گفته باشم. متوجه شدم بلبل آقا. مراقبشان باشید. در این صندوق ها پیاز نیست، لیوان های بلورین است. اگر همه شما را در بازار برده ها بفروشم نمیتوانم لنگه ایشان را بخرم. زودتر زودتر مراقبشان باشید، سرت را میشکنم. از من ناراحت هستی جنت خاتون؟ چه انتظاری داشتی؟ میرویم تا در قصر قدیمی عمرمان را سر کنیم به خاطر تو. لکن ماشاءالله به تو، بدون به دنیا آوردن شاهزاده سلطان شده ایم. شنیدم سرورمان به تو این هدیه را دادند. در اصل باید از رفتن تو خوشحال باشم. به من خیلی آزار رساندی، لکن داشتم باور می کردم که قلبی نیز داری.
از همان که میگویی یک زمانی داشتم، دیگران را دور انداختم، به جایش قلب خوب گذاشتم. لکن خواهی دید خاتون کوچک، آن کسی که در این قصبا وجدان و دل رحم باشد زنده نمیماند. قلب من همیشه اینجا باقی خواهد ماند. میخواهی یک فرشته معصوم باشی، پاک و آزاد، لکن مانند همه ما در لجن فرو خواهی رفت، دستهایت به خون آلوده میشود. اما جان عزیز است، زمانی که صاحب فرزند شدی تو را خواهم دید. کشم. با احتیاط ببریدشان، با احتیاط. بلبل، داخل این ها چیست؟ خاکستر مرده است، باز کن نگاهش کن. با نزاکت صحبت کن وگرنه به خدا سرت رو میبرم. به قصر قدیمی که بروی دیگر جای خوابم نخواهی داشت. بهتر از تو مراقب خودت باشی حاجی آقا، دیگر باید با یک چشم باز بخوابی، باید مراقب غذا و نوشیدنی هایت باشی، نباید تنهایی جایی قدم بزنی. اینها هدیه صفیه سلطان مان است، هر کدام را دوست دارید بردارید. صفیه سلطان خیلی بخشنده شدن. خب این سکه های طلا کجا هستند؟ آنها را نیز میبخشیدی، چیزی هم نصیب ما میشد. خدا میداند که کجا دفنش کردی. باید تو را دفن کنم، تو را خبر نداری. بلبل آقا، تو نیز از من ناراحت هستی؟ اگر بخواهی تلاش میکنم که بمانی. جای من در کنار صفیه سلطان من است، جهنم باشد میروم. چطور به کسی که در اوقات سختی سلطانش را رها می کند می توانی اعتماد کنی؟ سلطانم، در قصر قدیمی نیز مانند اینجا در آسایش خواهید بود. اگر به جز این خواسته و طلبی داشتی. سلطانم، انشالله که حالتان خوب است. خدا را شکر خوبی. این اواخر بعد از آن اتفاقاتی که افتاد کمی خسته و ناراحتی. نمیخواستیم اینطور شود. والدم سلطانم، حکیم را خبر کنید. از سایه والدم، این اواخر خیلی ناراحت بود، به خودش میگفت من چه کردم که این سزایم شد، نابود شد. حکیم خاتون، وضعیتش چگونه است؟ قصه سرورم، قصه درون سلطان من را مانند یک گرگ دریده و ایشان را بی درمان رها کرده. سلطانم، حالتان بهتر است؟ باید از اینجا برویم. کجا بروید سلطانم؟ شما باید استراحت کنید. به آن سوی دنیا که نمی رویم حکیم خاتون، در قصر قدیمی به اندازه کافی استراحت خواهیم کرد. سلطانم صبر کنید، به هیچ وجه بلند نشوید. سرورم،
حال دیدی؟ سلطانمان به خاطر تو بیمار شدند. مگر من چه کردم؟ تصمیم سرورمان است. اگر میخواستی میتوانستی مانع بشوی. کسی نیست که از محبت سرورمان نسبت به تو بیخبر باشد. نکند پشیمان هستی؟ ناراحت شدی؟ خب البته که از بیماریشان خوشحال نیستم. هرچه باشد صفیه سلطان والده بزرگ همه ماست. اگر جای تو بودم دعا می کردم از آنجا زنده بیرون نیاید، چون خصلت بدی دارد. عاشق این است که سر مارهای کوچک را از تن جدا کند. پس با زنده بودن شما هنوز در این مورد مهارت کسب نکردند. شیر مردم، تصمیمی که گرفته ای؟ والدم، باید به پایگاه ینیچری ها بروم و آمادگیشان برای رفتن به جنگ را بررسی کنم. یک وقت دیگر. وضعیت چگونه است سلطانم؟ سرورمان، صلاح دیدند تا زمان بهبودی صفیه سلطان اینجا بماند. والدم صبر کنید، بلند نشوید، کمی استراحت کنید. آن چیست جنت؟ قلب کبوتر برای خونریزی. چگونه؟ تمامش بازی بود؟ شما بیمار نیستی؟ چه شد فخریه؟ خوشحال نشدی؟ ترجیح میدادی بیمار باشی؟ خیر. به اتاقت بازگرد فخریه. سلطانم، بلبل، تو نیز پاداش حکیم خاتون را بده. گفته باشیم دهانش قرص باشد. نگران نباشید سلطانم، حکیم خاتون نقشش را عالی بازی کرد، مخصوصا شما. والله من نیز یک لحظه باور کردم که بیمار هستید. ادامه نده، از پدر کشم خبر بده. با نصیب آقا صحبت کردم سلطانم، به او رسیدگی خواهد کرد. عالی است. نصیب آقا، کجا بودی؟ خبر فرستاده بودی، از صبح تا به حال منتظرت بودم. حال توانستم بیایم سینیورنزو، اگر آماده هستی برویم. دخترت خیلی خوشحال شده، بی صبرانه منتظرت است. من نیز همینطور نصیب آقا، من هم همچنین. بالاخره آن روز فرا رسید، دوباره به آناستازیا میرسم. دیگر آناستازیا نیست انزو، نام او دیگر کشم است. کشم؟ کشم؟ برویم، دیر می شود. آره. چه شده است؟ شما که هستید؟ او را ببرید، عجله کنید، زودتر. خیلی خوشخط هستی. چیزی شده است؟ اولین روزی که به حرم آمدی به یادم آمد. مانند یک گرگ وحشی بودی، مدام میگفتی دلم برای خانه و خانواده هم تنگ شده. اکنون میبینم که قصر را خانه خودت میدانی. ماشاءالله به تو. خودت را جای من بگذار جنت خاتون. اگر کسانی که اصلا نمی شناختی تو رو از خانه و خانواده جدا می کردن، چه حسی داشتی؟ من هم
من بی کس و کار نیستم. دقیقا راهی را طی کردم که تو نیز از آن گذشتی، ولی برخلاف تو من با میل و رغبت به اینجا آمدم، زیرا زندگی فقیرانه ای داشتی. قصر راه نجات من از آن بدبختی بود. گذشته گذشت و آیندم روشن شد. میدانی پادشاه مرحوم مرا خیلی دوست می داشت، مرا همیشه عزیز می دانست. تو را؟ مرا؟ این شکلی که از مادر زایده نشده بودم، منم مانند تو تر و تازه بودم. وقتی خیلی ها نتوانسته بودن روی پادشاه را ببینن، من دو بار به خلوتش رفته بودم، دو بار. به تو گفته بودم کسی که دل رحم باشد در این قصد زنده نمی ماند. این را من همان وقت آموختم. سرور من مرا آن شب نیز خواسته بود، اما من نتوانستم بروم. چرا؟ یکی از خاتون ها به من حسادت می کرد. برای اینکه جلوی من را بگیرد روی بالشم سم ریخته بود، صورتم را سوزاند. پس برای همین. چه وحشتناک. چرا الان اینها را برایم تعریف کردی؟ آیا مرا تهدید میکنید؟ خیر، فقط به عنوان زنی که عمرش را در حرم بوده است به تو هشدار میدهم. به جوانی و زیباییت قره نشو خاتون، یک شب آن را از تو میگیرن. دیگر کسی به صورتت نگاه نمی کند. خب دیگر به درست برس. جنت خاتون، چه کسی این کار را با تو کرد؟ نمیدانم، هیچ وقت نفهمیدم. این طور از کاشم. در حرم صدها دختر هست، آرزوی همهشان هم مشخص است، مانند تو باشند. به همین خاطر مراقب باش. هیچ اثری از بیماری نیست. خاتون تو به عهدش عمل کرده است. این چه حرفی است علی؟ او سوگلی پادشاه است. تعظیم، سلطان احمد خان وارد می شوند. برق چشمان همه شما را میبینم. قدرتی که در مشتتان است. سربازانم، دلاورانم، شما باید آن شورشیانی که حق مردم را گرفتند و کشور را به آتش کشیدند شکست دهید. سلطان احمد زنده با، شمشیرش بران با. سلطان احمد زنده با، شمشیرش بران با. سرورم، ذوالفقار آقا، سلطانم، باز هم صفی سلطان راهی برای ماندن در قصر پیدا کرد. اما نگران نباشید، به محض بهبودی باید از این قصر برود. خب تو چه درویش؟ زمان رفتن تو کی میرسد؟ به محض بازگشت احمد از پایگاه با او صحبت کن، عزلت را بخواه. من هرچه بگویم سلطانم سرور من قبول نمی کنند، علاوه بر این مشکوک می شوند. مجبور هستی، چون تو رازهایی داری که خدایی نکرده اگر دشمنانمون بفهمند همه ما نابود خواهیم شد. سرورم، هدفشان حمله به پایتخت بود.
اما وقتی خبر بهبودی شما رسید، شورشیان خیمه ها را رها کرده و گریختند. و یک مسئله دیگر، مسئله‌ای که بسیار مهم است سرورم، خاتون شما در دست شورشیان است. راشه خاتون. چه میگویی ذوالفقار آقا؟ ممکن نیست. گفتن مرده؟ نه، با چشمای خودم دیدم خاتون زنده است. به جز این، خاتونتان باردار است. آنها دقیقا کجا هستن آقا؟ به کجا رفتند؟ حرفایشان را شنیدم. یکی از شورشیان سعید کایا خاتونتان را به منطقه حمیدیه برده. تعداد آنها بسیار کم است. امر کنید برویم و راهشان را ببندیم سرور. فوراً آماده شوید. شخصا با آنها روبرو خواهم شد. سرور، باید بروم و به قصر اطلاع بدهم. لزومی نیست ناسوح باشا، بعداً خبر خواهی فرستاد. اسکندر، تو نیز همراه ما میایی. باعث افتخار است سرورم. کنشم خاتون، امشب نیز تو به خلوت پادشاه می روی؟ تو مشکلی داری؟ البته که دارم. ما برای چه اینجاییم؟ حال که فقط تو می روی، ما را آزاد کنند، به خانه های ما بازگردیم. چه کسی منعت شده است؟ پادشاه تو را خواسته است و من منعت شدم. مگر تو فرصتی برای ما می گذاری؟ ادامه نده فردوس خاتون، چه زود فراموش کردی؟ اگر کنشم خاتون نبود، الان همه ما مرده بودیم. او ما را نجات داد. کشم خاتون، صفیه سلطان تو را خواستن. حاجی آقا. سلطانم چه شده درویش؟ این چه حالی است؟ با فرزندم صحبت کردی؟ خواستار عزلت شدی؟ منتظر شدم لکن نیامدند، زیرا خبر آوردند که شخصا به جنگ با شورشیان رفتند. تو چه میگویی؟ چرا؟ چطور ممکن است؟ دلیلش را هنوز نمیدانم. سرورمان با عجله راهی شدند. از بخت بد ناسوح پاشانیز همراهشان است. دام است، فرزندم را به سوی آتش میبرند. نگران نباشید، من به دنبالشان میروم. سلطانم، حرم را به تو میسپارم حاجی. علل خصوص مراقب صفیه سلطان باش، نبودن من را فرصت نپندارد. بیا. سلطانم، فکر میکردم دیگر نمیخواهید مرا ببینید. نظرمان تغییر نکرده. ما را ناراحت کردی، مشخص است. خیانت، ناامیدی قصه دارمان میکند. قلبم را زخمی میکند، مثل از دست دادن یک عزیز. خیلی سخت و غم‌انگیز است. شما هیچ وقت مرا دوست نداشتید سلطانم. خواستید از من برای نزدیک شدن به سرورمان استفاده کنید. من شما را دوست داشتم. آنقدر حیرانتان بودم که حقیقت را نمی دیدم. حقایق دیگری نیز هست که ندیده ای کشم. سلطانم، چه شده بلبل؟ سرورمان با یک تصمیم ناگهانی از پایتخت خارج شدند. هیچ کس نمی داند که ایشان کجا هستند. مرخص می شدم. سرورمان، برای اولین بار است که از پایتخت خارج می شوند. دقیقا وقتی که به چنین چیزی احتیاج داشتید، علاوه بر این شاهزاده من را نبردند. شکر که بخت با ما یار شده. حتی یک لحظه را نیز نباید از دست بدهیم. سریع به حلیمه خبر بده تا بیاید. سلطانم، پس سینیور انزو چه خواهد شد؟ نصیب آقا دستگیرش کرده. فعلا زندانیش کنید. وقتش که رسید او را بیرون می آورید.
حال زمان آتش زدن به حرم است. کنجکاوی مرا ببخشید سلطانم. چه شده است؟ بلبل آقا گفت سرورمان با عجله از پایتخت خارج شدند. هیچ رازی در حرم پنهان نمی‌ماند. پسرم شخصا به جنگ با شورشیان رفته. آخر چرا اینقدر ناگهانی رفتند؟ آن دیگر معما است. دلیلش را نمی‌دانم. خدا سلامتی بدهد سلطانم. ماشاءالله به شما، چه زود بهبود یافتید. برای شما شربت و شیرینی حاضر کرده ایم. منکشه؟ دیشب نتوانستی راحت بخوابی حلیمه، مانند قبل. حال تو را در این قصر تنها ما خوب درک می کنیم. از ترس اینکه جلادها می آیند و فرزندت را می برند هر شب خواب نداری. خدا رو شکر که سربرمان مهربان هستند. قول دادن قتلی نباشد. قول حباب روی آب است. یک روز مجبورت می کنند تابوت فرزندت را در آغوش بگیری. خدا آن روز را نیاورد. آمین آمین. لکن سلطان احمد بعد از اتفاقات اخیر از همه ما عصبانی است. ما را تبعید کرد. عاقبت تو نیز مشخص است. نقشه شما چیست سلطانم؟ فکر میکنم اصل موضوع این باشد. سلطان احمد از استانبول خارج شده، به جنگ با افراد شورشی رفته. نقشه ما این است. پیش از بازگشتنش شاهزاده من را بر تخت بنشانیم. آیا عجیب نیست سلطانم؟ بدون خداحافظی با ما رفتند. حتی به شما نیز چیزی نگفتند. شاید چون می دانست مانعش می شویم نگفته. نمی دانم. لکن نگران نباش. درویش پاشا به دنبالش رفته. من دشمنان سرورمان را دیدم سلطانم. تک تک به چشمانشان نگاه کردم. می دانم چه کاری می توانند بکنند. چطور نگران نباشم؟ فقط چون شما را به قصر قدیمی تبعید کردند میخواهید سربرمان را از سلطنت بردارید و من باید این را باور کنم. بال و پرمان را بستند حلیمه. نظمی که سالها پیش برقرار کرده این را برهم میزنند. تو که ما را میشناسی، به نظر تو ما چنین اجازهی میدهیم؟ چرا به شما اعتماد کنم؟ برای اینکه چاره ای نداری. پیشتر میخواستی پسر مرحومت محمود را به سلطنت برسانی. آن زمان موفق نشدی، زیرا ما روبرویت بودیم. لکن حال در کنارت هستیم. شاهزاده من مصطفی را فقط ما میتوانیم به سلطنت برسانیم. میخواهم بدانم چطور این کار را میکنید سلطانم، زیرا همه با سلطان احمد متحد شدند. هنوز مهمترین مقامات دولت در دستان ما هستند، طوری که معتمدترین خدمه و پاشاها به ما خدمت می کنند. ندانسته، بالاخص سپاهیان. یک اشاره ما کافی است. سلطنت سلطان احمد با خاک یکسان خواهد شد.
وقت زیادی نداریم حلیمه. امشب خوب فکر کن. فردا هنگام ظهر به امارت انجیر بیا و تصمیمت را بگو. اگر قبول کنی سریع وارد عمل می شویم. خوب فکر کن. دیگر صاحب چنین فرصتی نمی شویم. بلبل. ظاهراً حلیمه سلطان برای عیادت آمدند. وای ماشاءالله، مانند زهر میمانی جناب. چقدر زود متوجه شدی. آخ حاجی آقا، ای کاش میدانستی فردا و پس فردا چه بر سرت خواهد آمد. چه بر سرم خواهد آمد؟ ببین، از من نشنیده بگیر، سلطان من خیلی از تو عصبانی است. دستور داد که تو را در خواب خفه کنی. همین که گفتم. نه ترس آقا، نه ترس قربان. نهایتش به مرز تبعید میشوی، از شرط خلاص میشویم. بهتر از تو حاضر باشی. وقتی سرورمان بازگردند به قعر جهنم خواهی رفت. بعد از تو 40 شب و روز طبل خواهم زد. والا ای بستل. به اتاقت بازگرد کشم. اصلا نترس. میدان را به صفیه سلطان تسلیم نمی کنم. از تو نیز مراقبت می کنم. مسئله من نیستم سلطانم، سرورمان است. باید او را پیدا کنیم و بدانیم چه اتفاقی افتاده است. بیا. والدم، کمی پیش حلیمه سلطان را دیدم. از اتاق صفیه سلطان می آمد. گویا برای عیادت رفته. سری دست به کار شدند. خدایا تو مراقب فرزندم باش. مگر چه شده؟ از چه می توانند بکنند؟ حاجی آقا، حلیمه سلطان پیشتر میخواست پسر بزرگش محمود را به سلطنت برساند. آن شب ماننده یک کابوس بود. سپس انکارش کردم، اما همه میدانند. حلیمه سلطان میخواهد شاهزاده مصطفی را بر تخت بنشاند؟ قدرتش کافی نیست، لکن صفیه سلطان میتواند. میتواند از نبود فرزندم سوء استفاده کرده و شاهزاده را به سلطنت برساند. حاجی آقا، چرا پسرم طبق قوانین عمل نمی کند؟ قوانین؟ طبق قوانین وقتی پادشاه بخواهد از شهر خارج شود باید شاهزاده را نیز با خود ببرد، چه یک روز باشد چه یک سال، تفاوتی ندارد. شاهزاده همراهش است تا در نبودش به سلطنت نرسد. خب وقتی برمی گردد چه می شود؟ یا می جنگد یا اینکه خدا آن روز را نیاورد. همه به فکر هدیه تاجگذاری هستند، مخصوصا سربازها. خیلی از آنها افراد صفیه سلطانند. شاهزاده پیش چشمان من است، مانعش میشویم. کسی چنین جرأتی ندارد. حاجی آقا، سری وارد عمل شو. میخواهم از تمام کارهای حلیمه سلطان با خبر باشم. شاهزاده را نیز در اتاقش حبس کنید. عفو کنید، اما اگر چنین کنید آنها را متوجه خودمان نمی کنیم سلطانم. حق با حاجی آقا سلطانم. کسانی که میخواهند شاهزاده مصطفی به سلطنت برسد این را بهانه میکنند. شاهزاده ایمان هنوز خیلی کوچک هستند و بیگناه. از مادرش جدا شود میترسد. نمیشود به صفیه سلطان اعتماد کرد. قطعا این یک تله از سلطانم. حتماً. برفرض که باشد و ما به این تله بیفتیم، چه چیزی نصیبش می شود؟ می خواهد از شاهزاده مصطفی رها شود؟ گمان نمی کنم.
بودن مصطفی در برابر احمد برای او یک اسلحه قوی است، به همین خاطر منصرف نخواهد شد. درست است، اما او صفیه سلطان است. افکار تاریک ذهن او را تنها فالگیرها می دانند. تولد اولین شاهزاده به معنای مرگ پسر من است منکشه، و من از زندگی با این حقیقت خسته شدم. عهد سرور من را فراموش نکنید، هرگز قتل انجام نمی دهند. اگر به عهدش عمل نکند چه؟ اگر مصطفی رو بکشد چه کنم؟ نمی شود به صفیه سلطان اعتماد کرد، آری، لکن اکنون خیلی مصمم است. خودش هم می داند که در حال از دست دادن تمام قدرت و اقتدار است. مصطفی آخرین امیدش است. شورشیان در مرکز حمیدی هستند و ما نیز. سربرم بیا ذوالفقار. دیگر زمان حرکت است سربرم. انشالله در ورودی کلگ راه شورشیان را میبندیم. آماده شوید تا سریع حرکت کنیم. سربرم مرا عفو کنید، لکن زمانی که به شورشیان حمله میکنیم بهتر از شما در جای امن و دور باشید. در آن شلوغی چطور از شما محافظت کنیم سرورم؟ شما نگران نباشید پاشا، جان سرور من بعد از خدا به من سپرده شده. خوب شنیدی ناسو، لزومی ندارد بترسی. حدت را بدان، جایی که من هستم تو نباید سخن بگوی. در جایی که سرور من هستم تو هم نباید حرف بزنی پاشا. آن را از که گرفته ای؟ سرورم ببخشید من. تو چه کردی اسکندر؟ اگر خاتون بداند هدیهش را در آتش انداخته ای ناراحت می شود. سرورم من. بگو بدانم این خاتون کیست؟ مشخص از تو را سخت دل داده کرده است. من نمی دانم سرورم. یک شخص عادی است. در شهر هم دیگر را دیدیم و دیگر هم او را ندیدم. آماده شو می رویم. پسرم خیلی بخشنده است. چنین چیزهایی نصیب سلطان ها نمی شود. سرورمان خیلی به من لطف و محبت دارند. همینطور است. بعد از کارهایی که برای من کردی لایق اینها هستی، لکن ارزش خود را بدان کشم. از چشم زخمها دور باش، زیاد به چشم می آیی. در حرم ده ها خاتون در انتظار فرصت هستند، نگذار به تو حسادت کنند. از سرورمان هنوز خبری نیست سلطانم؟ متاسفم. تو مژده‌ای نداری به من بدهی؟ بعد از بهبودی پسرم به جز تو کسی به خلوت نرفته؟ هنوز نه سلطانم، لکن حس میکنم به زودی خبری که منتظرش هستید رو خواهید شنید. انشالله. سلطانم، صفیه سلطان در اتاقشان منتظر شما هستند. موضوع مهمی است. والا چه میخواهند من نمیدانم. حاجی آقا، میخواهم تمام اتفاقات را بدانم.
چه لزومی است سلطانم؟ برای چه می رویم؟ باید بدانم صفیه سلطان چقدر مصمم است. سپس تصمیم می گیرم. نکند می خواهید قبول کنید؟ نکنید، خواهش می کنم. دوباره شاهزاده ایمان را خدای ناکرده به خطر نیندازید. این بازی چقدر ادامه خواهد داشت سلطانم؟ هر دو می دانیم که بیمار نیستید. بحران نیز یک بیماری است هاندان. غم و اندوه انسان را نابود و قلب را زخمی می کند. قلب؟ فکر نمی کنم قلبی داشته باشید. بیا نزدیک شو، حرفهای من مهم است. حلیمه دیشب به اتاق ما آمد برای صحبتی خصوصی. خبر دارم. پس از این هم خبر داری که دنبال چیست؟ میدانی به ما چه پیشنهادی داده؟ به جای رفتن به قصر قدیمی میخواهد ما را تاج سرش کند و در مقابلش اکنون که سرور ما نیست میخواهد شاهزاده مصطفی را به سلطنت بنشاند. او حدش را نمیداند. از کجا معلوم چنین گفته باشد؟ چرا شما را باور کنم؟ تو ما را مادر تمام بدی ها میدانی. حال که ما را باور نداری حلیمه را تعقیب کن. او تحت تعقیب هست. پس بروید ببینید در امارت انجیر با چه کسانی دیدار دارد، با چه کسانی معامله می کند. با چشمهایتان ببینید. چرا سلطانم؟ چرا این را گفتید؟ صلح می خواهیم هاندان، می خواهیم اینجا بمانیم. کافی نیست؟ خوش آمدید سلطانم، ما منتظر شما بودیم. منتظر من بودی؟ شما اینجا چه میکنید؟ صفیه سلطان کجاست؟ عفو کنید، اما ما از صفیه سلطان خبری نداریم. ما برای شما آمده ایم، زیرا نوشته اید که نگران جان شاهزاده مصطفی هستید. از ما خواسته بودید که از ایشان محافظت کنید. تو چه میگوی آقا؟ این حرف ها دیگر چیست؟ من هیچ ننوشتم، شما را نخواستم. چطور ممکن است سلطانم؟ این نامه شماست. سلطانم باید سریع از اینجا برویم. سلطانم اگر مار را نجات دهند می آید تو را باز نیش می زند. من بیگناه هستم سلطانم، این تله است، نقشه صفیه سلطان است. نامه ای هم که برای فرماندهان فرستاده اید دروغ است. علنا نوشته اید و خواستار محافظت از شاهزاده شده اید. آن نامه را من ننوشتم. بر فرض که شما راست بگویید، پس در امارت انجیر چه کاری داشتید؟ شما را که به اجبار نبرده بودم. صفیه سلطان به من یک پیشنهاد داده بود دودو خاتون. به من گفت وقتی سرور من اینجا نیست میتواند فرزندم را به سلطنت برساند. گفتم خیر، من اصلا خبر نداشتم که فرمانده ها آنجا هستند. من چیزی که دیده ام را باور میکنم. خیر، نه نه سلطانم. دودو خاتون، امر میکنم از سائر راهی قصر قدیمی شود. آن فرماندهان را نیز زندانی کنید. این کار را نکنید،
صفیه سلطان سعی دارد ما را با هم دشمن کند. بازیچه نشوی. مگر ما دوست بودیم که اکنون دشمن شویم؟ زودتر برو و با شاهزاده ات ودا کن. خیر دودو خاتون، من سلطان قانونی هستم. وقتی سرورمان بازگردد چه پاسخی میدهی؟ افغانیت سلطانم، لکن تا زمانی که سرورمان بیایم و تصمیم نهایی را بگیرن، بهتر از شما در قصر قدیمی بمانید. سلطانم این کار را نکنید، این یک دام است. من مصطفی را اینجا رها نمی کنم. سلطانم ترس، هرس و رویاهای حلیمه آنقدر بزرگ است که یک تومه کوچک کافی بود. اکنون باید به تکاپو بیفتد. هاندون، سلطان برای بیرون کردن حلیمه سلطان از قصر دنبال بهانه بود. سلطان اصلا متوجه نیست که نتیجه اتفاق به خودش باز می‌گردد. مجازاتی که دادید کمی سخت نبود سلطانم؟ دعا کند که جانش را نگرفتم. تو نیز می‌دانی، تجربه کردی، دیده ای که وقتی پسرم در بستر مرگ بود حلیمه چه کارهایی کرد. من نمیگویم حلیمه سلطان بیگناه است سلطانم. وقتی به آنجا رفته است حتما مجازاتی هم دارد، لکن این اتفاق به سود صفیه سلطان نیز هست. حقیقت هرچه هست باید آشکار شود. حقیقت؟ حقیقت برای که مهم است؟ وقتی چنین فرصتی برایم پیش آمده برای چه استفاده نکنم؟ حداقل مدتی صبر کنید سلطانم، ببینیم صفیه سلطان چه خواهد کرد. صفیه سلطان در فکر نابود کردن ماست، لکن چه سود؟ او نیز به قصر قدیمی خواهد رفت. هر کاری کند نمیتواند تصمیمم را عوض کند. سلطانم، تو ذهن زیبایت را با این افکار خراب نکن و هرگز درباره تصمیماتم بحث نکن. میتوانی بروی. مادر، من میخواهم بروم دنبال برادرم. من به جای میروم، شمشیرم دارم. مصطفی، انشالله آن روزها هم میرسه. بزرگ میشوی، با شمشیرت پیروزی ها نصیبت میشود. والدم چی شده؟ چرا منکشه گریه میکنم؟ چیزی نیست سلطانم، ناگهان احساساتی شدم. اتفاق بدی افتاده؟ نه مصطفی، اتفاق بدی نیفتاد. من مدتی اینجا نخواهم بود. تا زمان بازگشتم تو باید اینجا بمانی. کجا می روید ولدم؟ آخر چه شده؟ نگران نباشید سلطانم، اصلا ناراحت نشوید. والده تان به قصر قدیمی می روند. پس من چه می شوم؟ تنها می مانم؟ اتفاق تمام می شود، دیگری شروع می شود. خدا عاقبت من را به خیر کند. این دلیل در قصر ماندنتان نمی شود جنت خاتون. بازی ادامه دارد، درست است؟ این تازه قدم اول است. باید پله پله از نردبان بالا بروی تا پایت نلغزد و نیفتی. مادر نرو. جای دوری نمیروم، باز میگردم. من هم بیایم مادر، من رو هم ببر، خواهش میکنم.
شاهزادم، سرور ما نیستن. اگر شما بروید چه کسی از ما مراقبت کنه؟ پس مادرم چه میشود؟ باز میگردد، خیلی زود باز میگردد. مگر میشود شما را تنها بگذارد؟ قول میدهی؟ قول میدهم. سلطانم، شاهزاده را به من بسپارید. اگر موافق باشید مثل چشمانم از اون مراقبت میکنم. من هستم، تو میخوای مراقب برادرم باشی، از ما دور باش. دیگر تمام شد خاتون ها؟ به کارهایتان بازگردید؟ دیدی خاتون، وظیفه تو حالا شروع شد. از شاهزاده مراقبت کن. جنت خاتون صبر کن. چرا باید مراقب شاهزاده باشم؟ مگر چه خواهد شد؟ از گفتم پشیمانم نکن، فقط همینقدر باید میدانستی. نمیخواهم به خاطرت سرم رو بزنند. سلطانم، چه کردی صدف؟ آیا توانستی نامه را بفرستی؟ انشاءالله که کسی ندیده باشد. حرم آشفته است، روح کسی با خبر نشده است. نگران نباش، هر کجا که باشید خانزاده، قلب من با شماست. باور قدرتتان را از دست ندهید. راهی برای نجات شما از اونجا پیدا خواهم کرد و ما باز هم به هم میرسیم، مثل رسیدن آب و خاک به یکدیگر. نان، نان. نان، نان. خانزاده ها، ریان ها، ریان، ما فکر میکردیم مردی. درویش آقا دروغ گفته، گفته بود تو را در دریا انداخته است. دروغ نیست خانزاده، مرا یک ماهیگیر پیدا کرد. چند روز نزد او مانده بودم، از من نگهداری کرد سلامت باشد. اما دیگر بازگشتم، برای انتقام گرفتن از درویش پاشا آمدم. تو ما را از اینجا آزاد کنی کافی است، شخصا خود به حساب درویش خواهم رسید. برای همین هم اینجا هستم خانزاده، راهی برای آزاد شدن شما پیدا کردم. چگونه؟ زود بگو. باید با فخری سلطان ارتباط برقرار کنم. یک نامی شما برای این کار کافی خواهد بود. نامه نگاری خیلی ساده است. اول تو بگو میخواهی چه کنی؟ ترتیب دیدارتان رو خواهم داد. حاجی آقا، به نگهبان ها خبر بده از سایه. والد سلطان چه کار کردن؟ تعدادی از فرماندهان زندانی شدن. این طور صلاح دیدن؟ به همین سادگی نیست حاجی آقا. نمیگذاریم فرماندهان در دست شما اسیر باشن، فورا باید آزاد شوند. در غیر این صورت بد میبینید. بیا. والد سلطانم، والله به سختی جانم را نجات دادم. اینها خشمگین شدم. خشمگین؟ چه شده حاجی؟ بگو. مردان ارتشی را هم را بستند، علنا تهدید ما کردند. نادانان، بی مصرف ها، اینها که هستند دستگیرشان کنید. نه سلطانم، خیلی بدتر می شد. آنها برای شورش دنبال بهانه اند. خب باید چه کنیم؟ رفتارشان را نادیده بگیریم؟ ای کاش می دانستم آرام می گیرند. خواسته ایشان را انجام می دادیم تا نجات بیابیم، لکن اینها تحریک شدند. به عمد ما را تحت فشار می گذارند. 40 سال است در این قصرم، این صداها و این صورتها را خوب می شناسم. بوی شورش می آید.
سلطانم، اگر یک شب وارد عمل شون ما چه کنیم؟ بدون اینکه متوجه شویم شاهزاده را بر تخت می نشاند و صفیه سلطان هدیه تاجگذاری را می دهد و سپس شمشیر کشیده و برایش خطبه می خواند. سلطانم، زبانم قاصر است. دستور سلطان من است امشب باید به اتاق شاهزاده مصطفی برویم. اطاعت قربان، جانم فدای سلطان ما. باید بی صدا انجام دهیم ذوالفقار. اگر متوجه شوند که آمده ایم همون لحظه خاتون را میکشند. شما اصلا نگران نباشید سفرم، من با بهترین افرادم به جلو میرویم. این همه راه برای نگاه کردن نیامده ایم. ببین برای چه آورده ام. تو مادرم نیاید نمیخورم. خودت میدونی، ولی من میخورم. دلم برای مادرم تنگ شده، دلم برای منقشه هم تنگ شده. من هم خیلی دلتنگ مادرم هستم، پدرم، خواهرم و سرور ما. دعا میکنم که زودتر بازگردد. من هم دعا میکنم. شما مراقب اطراف باشید، من داخل چادر می شوم. سرورم، آقایان، برای شاهزاده امان خبر مهمی آوردم. خیر باشد، چه خبری؟ راشا خاتون. سرورم.
تو که هستی؟ چه میکنی؟ حمله شده است! بیدار شوید! ای نادانان بیدار شوید! حمله شده! دارند خاتون را می‌دزدند! آمدم سرورم! آقایان بیایید! خوشم! اینجا چه خبر است؟ شاهزادم! سر کن! آقا! دودو خاتون! مادر! نگاه نکن شاهزادم! مادر! آقا ها بروید فرار کرد! شاهزادم بترس! زلفقار آقا، باید همان اول سرت رو میبریدم. واقعا؟ هنوز هم فرصت بسیار است سعید کایا، اگر میتوانی بیا ببر. عقب نشینی کنید. موفق نشدم قربان، کشم خاتون داخل بود، مانعم شد. تو به کارت بازگرد. سلطانم، چقدر گستاخ، چطور بی اجازه؟ چه شده است؟ زخمی شده ای؟ من نه، دودو خاتون زخمی شده است. یکی از غلامان میخواست شاهزاده را بکشد. ترسمان بر سرمان آمد. حال شاهزاده چطور است؟ واقعا میپرسید سلطانم؟ باورم نمیشود کسی که آن قاتل را فرستاده بود شما هستید. حدت را بدان کشم. تو که هستی؟ که هستی که اینگونه به سلطانمان تهمت میزنی؟ کسی که حدش را نمیدارد من نیستم. آنهایین که میخواهند شاهزاده من را بکشند. زمانی که سرورمان بازگردند تاوانش را خواهند داد. کشم. اگر لحظه ای فکر می کردی می فهمیدی که این کار هاندان است. اگر می خواهی برو و بپرس و ببین چه می گوید. وضعیت خیلی آشفته شده است سلطانم. دودو خاتون زخمی شده، به شفاخانه بردیمش. حال شاهزاده چطور است؟ خیلی ترسیده، دل رو با سلطان را پیش او برده ایم. بیا. والد سلطانم. کشم، خدا از تو راضی باشد، از شاهزاده ایمان محافظت کردی. تو خوب هستی؟ من خوب هستم سلطانم. از پیش صفی سلطان می آیم. زیر بار این اتفاق نرفت و علاوه بر این شما را متهم کرد. مرا؟ می گوید کار شماست. البته من باور نکردم. والد سلطان من چنین اشتباهی نمی کنند. وقتی سرور من جان شاهزاده را بخشیدن دیگر کسی جرأتی ندارد. مگر نه سلطانم؟ البته که نه، هرگز این کار را نکردم. برای چه این کار را کنم؟ این علناً یک دام است، دام صفی سلطان است، در صدد خراب کردن رابطه‌ام با پسرم است.
به محض آمدن سرورمان اینها را خواهند گفت و شما را به سوء قصد علیه شاهزاده متهم می‌کنند. خدا را شکر که شاهزاده من سالمند. مهم همین است. باید از او محافظت کنیم. در غیر این صورت همه در آتش صفی سلطان خواهیم سوخت. مرخص می‌شوم. حال شاهزاده چطور است؟ اصلا کسی نزدیکش نشود. از برادرم دور باشید. چه شده؟ نترس، ما هستیم. بروید بیرون سلطانه. تا قبل از اومدن مادرم هیچ کس نباید وارد این اتاق بشود. دلربا، دیگر تمام شد. شاهزاده امان دیگر در امنیت است. این نوه سلطان ماست. همیشه باید همینطور محکم باشی. باید مراقب برادرت باشی. باید کنار خانواده‌ات باشی. راشا، تو خوب هستی؟ زیر سایه ایتان خوب هستم سرورم. خدا رو شکر فرزندم نیز حالش خوب است. خدا رو شکر. کسانی می آیند. درویش پاشا، سرورم انشالله که سلامت هستید. راشا خاتون نمرده بود، اسیر این افراد شورشی شده بود. به محض دریافت خبر راهی شدیم. ای کاش به من نیز خبر میدادید. خیلی برای شما نگران بودیم. سرورم بیش از این اینجا نمانیم. برویم ذوالفقار آقا. بودنت به من قدرت داد. تا وقتی دلاورانی چون تو هست این دولت هرگز شکست نخواهد خورد. بسیار. درویش پاشا، لزومی نبود پایتخت را رها کنی و بیایی. ما از پسشان بر می آمدیم. سرورمان را میان گرگ ها رها کنم ناسوح باشم. این چگونه ترسی است هاندان؟ تو از چه زمانی تا به این اندازه ظالم شده ای که میخواستی خون یک شاهزاده بیگناه را بریزی؟ با انداختن گناهتان گردن من نمیتوانید رها شوید سلطانم. وقتی سرورمان بیاید این گونه از خودت دفاع میکنی؟ با متهم کردن ما میخواهی نجات بیابی؟ آن هم وقتی قتل شاهزاده بیش از هر کسی به نفع تو خواهد بود. میخواهید با این دام پسرم را با من دشمن کنید؟ لکن موفق نخواهید شد. سرورمان حرف شما را نه، حرف مرا باور خواهد کرد. به خاطر همین این چنین میترسی؟ دست و پایت بی‌حس شده، مثل بید میلرزی. آنقدر از اینکه شاهزاده را به سلطنت برسانم ترسیده ای که در اولین فرصت فرمان قتلش را دادی. نمیتوانید یک والد سلطان را این گونه متهم کنید. والد سلطانی تو همین قتل بود. با اولین باد آن را از دست دادی. مشخص است که اشتباه کردی. گناه بزرگی کردی. بیشک مجازاتش نیز بزرگ خواهد بود. سلطانم، گیسوانتان مانند همیشه درخشان است. حال من مساعد نیست پروانه، در فرصت دیگر بیا. نامه آوردم سلطانم. زود باش بده. هنگام ورود خیلی میبخشید سلطانم، داخل لباسم را هم گشتند. خدا رحم کرد، اگر پیدا میکردند همانجا سرم را میبریدند. مگر الان نگفتی نامه آورده ای؟
میگویم داخل لباسم را هم گشتن سلطانم. از آن نامه هایی که شما فکر میکنید نیست. روی کاغذ نه، در ذهنم نوشته شده، در حافظم مخفی شده. از بر هستم عزیزم. وجودم در زندانی تاریک است، ذهنم در باغهایی است که نتوانستیم با هم برویم. با اشکهایی که از چشمانمان می‌ریزد، در قلب من دانه‌های امید جوانه می‌زند، ریشه می‌دواند. حال که می‌خواهیم از دهان مرگ بازگردیم و یک سرنوشت جدید را بنویسیم، پس باید خونین ترینش را رقم بزنیم. به جایی بروید که همیشه وعده می کردیم سلطانم، امیدی که ما را می تواند به هم برساند آنجا در انتظار است. تو که هستی؟ صورتت را نشان بده سلطانا. دیدن دوباره شما برای من افتخار بزرگی است.